دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با مون جای این همتای کره جنوبی خود درباره یافتن راه‌های مؤثر برای پایان دادن به تحریکات اتمی و موشکی کره شمالی در سئول دیدار و گفتگو کرد. پرزیدنت ترامپ در سئول گفت قدرت نظامی بی همتای آمریکا که امیدوار است از آن استفاده نشود، کره شمالی را مجبور به نشستن بر سر میز مذاکره خواهد کرد. پرزیدنت ترامپ همچنین در توییتی از رئیس جمهوری کره جنوبی برای مراسم استقبال از او تشکر کرد و آن را مراسمی زیبا و به یاد ماندنی خواند. مهدی آرامی گزارش می‌دهد. پرزیدنت ترامپ در کنفرانس خبری به همراه مون جای این همتای کره جنوبی خود در سئول بار دیگر تاکید کرد گزینه نظامی به موازات دیپلماسی برای مهار برنامه‌های اتمی و موشکی کره شمالی در دستور کار است. این غیر قابل قبول است که کشورهایی به این رژیم خطرناک کمک‌های تسلیحاتی و مالی می‌کنند. در حین تلاش برای حل این مشکل با استفاده از تمامی ابزارهای موجود به غیر از اقدام نظامی، آمریکا آماده است در صورت لزوم برای دفاع از خود و متحدانش از طیف وسیعی از توانایی‌های نظامی بی‌بدیل خود استفاده کند. پرزیدنت ترامپ گفت قدرت نظامی آمریکا پیونگیانگ را مجبور به مذاکره خواهد کرد. به باور من آنها قدرت بی‌بدیل ما را درک می‌کنند. هرگز چنین قدرتی وجود نداشته است. می‌دانید که ما سه ناو هواپیمابر که بزرگترین در جهان هستند هم اکنون مستقر کرده ایم. ما همچنین یک زیردریایی اتمی هم مستقر کرده ایم. آقای مون نیز در این کنفرانس بر راه حل صلح‌آمیز در مقابل تهدیدات پیونگیانگ تاکید گذاشت. ما امروز بحث روشنی درباره قدرت اتحاد آمریکا و کره جنوبی داشتیم. ما همچنین بر سر راهی صلح‌آمیز برای حل تهدیدهای اتمی کره شمالی و برقراری صلحی پایدار در شبه جزیره کره توافق کردیم. آقای مون همچنین از کره شمالی خواست که بلافاصله به آزمایش‌های اتمی و موشکی خود پایان دهد. پیشتر پرزیدنت ترامپ پس از گفتگو با مون جای این رئیس جمهوری کره جنوبی در کاخ ریاست جمهوری آن کشور مشکل کره شمالی را محور گفتگوهای دو جانبه خواند. شرایط در کره شمالی در کانون گفتگوی ماست و راه حلی موفقیت آمیز در این باره به دست خواهد آمد و تجارت موضوعی است که درباره اش صحبت کردیم که یکی از موضوعهای بسیار مورد علاقه من است. گمان می کنم یکی از دلایلی است که پیروزی فوق العاده ای در انتخابات سال گذشته داشتم. میهار هواداران و معترضان به دیدار پرزیدنت ترامپ و کره جنوبی در مقابل پایگاه نظامی آمریکا در آن کشور تجمع کردند. مهدی آرامی، صدای آمریکا.